در اعتراض به اخاذی مالیاتی و عوارض گمرکی، بازاریان تبریز از روز شنبه 27 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند که تا همکنون ادامه داشته است. همچنین جمعی از بازاریان من جمله صنف پارچه فروش، نخ فروش و سراجی ها نیز در اعتراض به این اخاذی ها در مقابل اداره مالیات رژیم تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج یک شنبه شب در خوابگاه با مزدوران بسیجی درگیر شدند. این درگیری هنگامی آغاز شد که این مزدوران شروع به توهین و حتاکی به دانشجویان کردند. بنا به گزارش دریافتی، نیروهای حراست به حمایت از مزدوران بسیجی پرداختند. کارگران به جان آمده در شهرهای مختلف در اعتراض به اجحافات کارگزاران رژیم و پایین بودن دستمزدها و همچنین عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب یا حرکت‌های اعتراضی زدند. اعتصاب کارگران شرکت نورد اهواز برای پنجمین روز ادامه یافت و کارگران بازنشسته گروه صنعتی آردل، جمعی از کارگران شرکت کولهایم سقز در استان کردستان، کارگران شرکت کوهرنگ و کارکنان شرکت چینی همگام در شهر کرد، کارگران کارخانه کیک و کلوچه نازال دیواندره در استان کردستان، کارگران کارخانه تولید خوراک دام و طیور فرازدانه و همچنین کارگران شرکت آذین لوله سپاهان واقع در شهرک صنعتی مورچه‌خرد اصفهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. وضعیت جسمی زندانی سیاسی حسن جوانی در هشتمین روز اعتصاب قضا در زندان بندرعباس وخیم گزارش شده است. وی که به زندان بندرعباس تبعید شده است، در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و اخاذی دشخیمان از زندانیان دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی سیاسی در دهه 60 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران 10 سال در زندان بود. وی بر اثر ضربات کابل بر پاهایش دچار نقص عضو شده است. زندانی سیاسی حسن جوانی 26 آذر 1391 مجدداً دستگیر شد و 28 بهمن 91 از بند 350 زندان اوین به زندان بندرعباس تبعید گردید. کاندولیزا رایس وزیر اسبق امور خارجه آمریکا در یک کمپین انتخاباتی برای انتخاب مجدد سناتور لینزی گراهام گفت رژیم ایران یک تهدید است، زیرا که بر مردم کشورش ستم می‌کند. در پی آن است که تعادل قوا را در خاورمیانه برهم بزند و سلاح اتمی به دست بیاورد. کاخ سفید بار دیگر تصریح کرد موضوع موشک‌های بالستیک در مذاکرات هسته‌ای با رژیم ایران مطرح می‌شود. جکارنی سخنگوی کاخ سفید گفت ما روشن ساخته‌ایم که تمامی موضوعات مورد نگرانی در خلال مذاکرات 5+1 با هدف دستیافتن به یک توافقنامه جامع روی میز هستند. در این مذاکرات در زمینه قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرند صحبت می‌شود. از جمله موشک‌های بالستیکی که دارای قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی هستند. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اولویت اصلی این دولت بوده است. ما در این راستا مجدانه با کنگره و شرکای بین‌المللی‌مان کار کرده ایم. دولت به ادامه توجیه و مشورت نزدیک با کنگره کاملا متعهد است تا آمریکا با یک صدا صحبت کند و تلاش‌های مذاکره کنندگان ما برای دستیابی به یک توافق قوی تضعیف نشود. توافقی که منافع ما، شرکایمان و جامعه بین‌المللی را حفاظت کند. نشریه نیوزویک آمریکا نوشت یکی از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات رژیم ایران که در حادثه بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت و کشته شدن ده‌ها آمریکایی نقش داشته است، همکنون در آمریکا به سر می‌برد و تحت مراقبت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا قرار دارد. علیرضا عسکری در سال 2007 میلادی 1386 هجری شمسی پس از آنکه به ترکیه گریخت موفق به دریافت پناهندگی از آمریکا شد. علیرضا عسکری یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران در لبنان بوده است. ادامه خبرها.
بهرام بیرانوند عضو مجلس ارتجاء روز سه‌شنبه طی سخنانی در جلسه علنی مجلس رژیم به دزدی و چپاول باندهای درونی رژیم تحت عنوان آقازاده ها در جریان قراردادهای نفتی اعتراف کرد و گفت همین الان ورود عده آقازاده در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است. طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده. رشوه دو طرف داره. طرف ایناری ایرانی ما ناچاریم با اسم رمز بیاریم، بگیم مثلا جونیور. مگر وزارت نفت و قراردادهای نفتی ملک تلق یا شاباش کسی است؟ این مفسدین اقتصادی تو دل مسئولین رو خالی میکنن، کاری میکنن مسئولین به دشمن امتیاز بدن. در ادامه تشتت در باند خامنه ای، پاسدار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح رژیم از آخون روحانی و سیاست های او حمایت کرد و رسانه های سپاه پاسداران را از کارشکنی و حمله به وی منع کرد. پاسدار فیروزآبادی گفت ما انتخاباتی برگزار کردیم و یک رئیس جمهوری تعیین شده است. رئیس جمهوری که در دوران مبارزات انقلابی و 35 ساله بعد از انقلاب در سنگرهای حساس امنیتی، دفاعی و سیاستگذاری کشور خدمت کرده است. ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم. حتی رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند. برابر مش و منویات خامنه ای حرکت نمی کنند. باید روش خود را اصلاح کنند و الا ما با آنها برخورد می کنیم. در پی لغو سخنرانی آخوند حسن روحانی در بروجرد، منوچهر فراقی فرماندار رژیم در بروجرد از کار برکنار شد. وزیر کشور آخوند روحانی گفته است فرماندار بروجرد پذیرفته است که قصور کرده و به همین دلیل استعفا کرده است و استعفایش پذیرفته شده است. در ادامه همین درگیری ها طی روزهای اخیر سفر رفسنجانی به اصفهان که از قبل برنامه ریزی شده بود لغو شد.